به نام خداوند توانا عرض سلام و درود دارم حضور همه شما عزیزان بیننده و یکی دیگری از برنامه های معلوماتی از چینل یوتیوب آبادی نیوز خوش آبدید. در این برنامه معلوماتی میپردازیم به زندگی نامه جنرال ظاهر اکبر سفیر سفارت کبرای افغانستان در کشور تاجیکستان قبل از اینکه وارد موضوع اساسی برنامه شویم از شما عزیزان تقاضا میکنم کنم چینل یوتیوب آبادی نیوز را سابسکرایب نموده و تا پایان این برنامه را بیننده باشید جنرال ظاهر اقبر کیست؟ محمد ظاهر اقبر اصالتا پنچیرول اصل ولایتی در شمال افغانستان بوده و متولد سال 1962 در ولایت ننگرهار ولایتی در جنوب افغانستان می باشد. ظاهر اقبر اسمی که همه با شنیدن نامش کمیته ملی المپیک افغانستان را به ذهن می آورند. مرد خستگی ناپذیر، رهبر بیریا، مدیر همیشه خاموش اما با تدبیر. ظاهر اخبر مدت زیادی پرچمدار ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان بود. تیم فوتبال افغانستان با حمایت، تلاش و پشتکار آقای اخبر شهره جهان شد. نصر احمد بهاوی باز محمد مبارز و روح الله نیکپا در زمان ریاست وی چهره ورزش افغانستان را به جهان معرفی کردند جنرال اخبری که در حکومت ها همیشه تلاش شده است تا وی را به نحوی از سیاست و نظام نزدیک به ارگ دور نگه دارند گفته می شود ظاهر اخبر مرد انقلابی تجددگرا بوده به همین سبب همیشه سعی حکومتیان از زمان دکتر نجیب الله رئیس جمهور دست نشانده اتحاد جماهیر شوروی سابق تا حکومت اشرف غنی کوشش کردند جنرال اخبر را از صف نظام و نظامی بودن دور نگه دارند جنرال ظاهر پس از شکلگیری حکومت مجاهدین در کنار قهرمان ملی افغانستان شهید احمد شاه مسعود ایستاد و یکی از یاران باوفا و همپیمان همیشگی وی محسوب میشد کسی که نه از نام قهرمان ملی استفاده سو نمود و نه مجاهد بودن و جهادش را بر دیگران منت گذاشت آنطور که گفته آمدیم او مدت مدیدی ریاست کمیته ملی المپیک افغانستان را عهدهدار بود پس از استیفا از کمیته ملی المپیک در سال 2016 طوری که نیوز گزارش داد شایسته ترین رئیس المپیک آسیا یعنی ظاهر اخبر استیفا داد وی در بیانیه استعفایش سی تن دیگر را برای کاندیدا شدن در این پست معرفی کرد مشاوریت ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ظاهر اکبر پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان و تشکیل ریاست اجرایی افغانستان اکبر از سوی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن وقت افغانستان و عنوان مشاور امنیتی این ریاست تعیین شد ناگفته نباید گذاشت ظاهر اکبر در زمان کارزارهای انتخاباتی عبدالله عبدالله در آن زمان از جمله افراد نزدیک به وی و عضو ستاد انتخاباتی او شناخته می شد. گزینش جنرال ظاهر اکبر به عنوان سفیر افغانستان در منشن آلمان در سال 1398 اختلافات شدید میان ارگ و سپیدار وجود داشت در این گیرودار تعیینات وزرا و سفرا از جمله یکی از این معزله ها به حساب می آمد جنرال ظاهر اخبر ابتدا به عنوان سفیر افغانستان در منشن آلمان و بعدا به تاجیکستان به خواست عبدالله عبدالله تعیین شد 23 اسد سال 1400 آنگاه که پرچم طالبان دوباره بر ارگ افغانستان نصب شد و طالبان وارد کابل و حتی ارگ ریاست جمهوری شدند و اشرف غنی را رئیس جمهور مخلوع افغانستان و فروری خواندند جنرال ظاهر اخبر در یک حرکت نمادین عکس اشرف غنی را از دیوار سفارت کبرای افغانستان در تاجیکستان پایین آورد و عکس امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری آن وقت افغانستان را نصب نمود وی در استدلال به این عمل خود توضیح داد چون که طالبان به زور اسلحه وارد کابل شدند اشرف غنی فرار کرد و امرالله سالی هنوز در افغانستان است وی مطابق قانون اساسی افغانستان رئیس جمهور قانونی این کشور یعنی افغانستان خوانده می شود و سفیران و سفارتخانه های افغانستان نیز باید از وی اطاعت کنند بر کنار شدن جنرال ظاهر اکبر توسط طالبان از سفارت افغانستان در دوشنبه تاجیکستان ظاهر اکبر به دستور امیرخان متقی وزیر خارجه گروه طالبان از مقامش در شهر دوشنبه تاجیکستان برکنار شد اما ظاهر اغبر بر موضوع خود ایستاد و گفت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و یکی از حامیان جبهه مقامت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در افغانستان می باشد و همچنان گفت هیچ یکی از کارمندان سفارت افغانستان در دوشنبه تاجکستان هم نمیتوانند از دستورات طالبان در آنجا پیروی کنند آنطور که معلوم می شود او هنوز بر موضوعش ایستاده و از سفارت کبرای افغانستان در شهر دوشنبی تاجیکستان را اداره می کند. تقدیر نامه جنرال ظاهر اقبر باری مدال دولتی غازی میرمسجدی خان را از سوی اشرفقنی رئیس جمهور آن وقت افغانستان دریافت نمود. معتبرترین جایزه آسیا جنرال ظاهر اخبر در سال 2016 میلادی موفق به دریافت بهترین و معتبرترین جایزه و تقدیرنامه از سوی مقامهای آسیایی شد و همچنان چندین بار از سوی مقامهای بین المللی و حکومتی افغانستان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفته است عزیزان بیننده این بود معلومات گردآوری شده در مورد ظاهر اخبر سفیر سفارت کبرای افغانستان در تاجیکستان توسط چینل یوتیوب آبادی نیوز آرزو داریم معلومات گردآوری شده مورد توجه و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشد تا برنامه معلوماتی دیگر شما را به الله بینیاز امانت میمانم روز و روزگار به کامتان خداوند نگهدارتان